بارش‌های سیلابی در شرق و جنوب شرق و تعطیل شدن مدارس ده‌ها شهرستان در خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان. معاون اول رئیس جمهور تلفنی اوضاع را از استانداران پیگیری کرد. سیل در مجلس، بررسی اوضاع مناطق سیل زده، حوادث و خسارات سیلاب و علل و عوامل تشدید کننده با حضور 4 وزیر و رئیس سازمان هواشناسی. و فرانسه، تظاهرات ضد سرمایه‌داری در شهرهای بزرگ با وجود اجرای قانون جدید ضد اعتراضات که دست پلیس و دستگاه قضایی را برای سرکوب و زندان باز گذاشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. سلام عرض می‌کنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند و هموطنان گرامی، روز شما بخیر. سیلاب بهاری در شرق و جنوب شرق با فعالیت گسترده این سامانه بارشی در نیمه شرقی و اخطاریه‌های هواشناسی درباره طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، همه نهادها به حالت آماده باش درآمدند. باران‌های سیلاسا 15 شهرستان خراسان رضوی را فرا گرفته و راه ارتباطی 15 روستا را هم بسته. مدیریت بحران شهر مشهد ضمن اعلام آمادگی کامل از شناسایی نقاط پرخطر سیلابی خبر داده. برخی جاده‌های فرعی و روستایی که بر اثر سیل مسدود شده بودند، بازگشایی شدند. با آبگرفتگی گسترده معابر عمومی در کلات مشهد 150 خانه زیر گل و لای رفت که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت. همه مدارس کلات نادر و تربت جام هم تعطیل شدند. پیش بینی شده بارش ها تا سه‌شنبه ادامه داشته باشد و هوا 10 درجه ای سرد تر شود. قطعی برق ناشی از سیل در برخی نقاط کلات هم برطرف شده و عملیات امداد و تخلیه آب منازل به دست نیروهای امدادی ادامه دارد. بر اثر سیل پل میشمست در تربت جام هم تخریب شده که نیروهای امدادی در حال بازسازی آن هستند. در خراسان جنوبی همه مدارس روستایی در شهرستان‌های نهبندان، بیرجند، درمیان، سربیشه و خصف تعطیل شدند. در بیرجند بسیج مردمی برای پیشگیری از ورود سیلاب به صحنه آمده است. احتیاط میکنیم به خاطر بارونا یه موقع سیل نیاد. احتیاطشون کردیم ببینید در مغازه یه موقع خدای نکرده سیلی بیاد پیشگیری بشه. سیل برخی مدارس روستایی در شیروان خراسان شمالی و شهر جهرم در فارس را هم تعطیل کرد. از کرمان خبر میرسد با طغیان برخی رودخانه ها جاده های فرعی رودبار به کهنوج و قلعه گنج مسدود شده. بارش ها مدارس 16 شهرستان و 7 منطقه شهر کرمان به خصوص در جنوب استان را از جمله کهنوج، قلعه گنج، رودبار جنوب، فاریاب، جیرفت و انبرآباد تعطیل کرد. با شدت گرفتن بارش های سیلابی چندین واحد مسکونی شهر کرمان دچار آبگرفتگی شدند و با مسدود شدن راه ارتباطی 74 روستا، 4 روستا نیز تخلیه شدند. در هرمزگان مدارس 7 شهرستان تعطیل شد و در منطقه 8 بندی آبگرفتگی معابر عمومی گزارش شده. فعالیت بندر شهید رجایی و بندر مسافری بندر عباس، قشم و هرمز هم به دلیل بارندگی و باد شدید متوقف شد. نقاط کویری سیستان و بلوچستان هم از بارش گسترده رحمت الهی بی نصیب نماندند، طوری که مدارس 10 شهر سیستان و بلوچستان از جمله چابهار، ایرانشهر، کنارک، دلگان، فنوج، مهرستان، نیکشهر، سرباز و قصرقند تعطیل شدند. با شدت گرفتن احتمال وقوع سیلاب برخی مناطق شهرستان فنوج تخلیه شده. همچنین سنگین بودن بارش ها در افغانستان منطقه سیستان را در آستانه وقوع سیلاب قرار داده. در چابهار نیز 20,000 نفر در معرض آب گرفتگی و سیل قرار دارند. معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استانداران استانهای شرقی و جنوب شرقی کشور بر آمادگی کامل آنها برای مقابله با سیل تاکید کرد.
آقای جهانگیری در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان رضوی و جنوبی ضمن جویا شدن وضع بارش‌ها و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیل در این نواحی از استانداران این استان‌ها خواست با در نظر گرفتن همه احتمالات، امکانات و ظرفیت‌ها را برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی به مردم به کار گیرند و دستگاه‌های امدادی و کمک رسان را تا هر زمان که لازم است در آماده باشه کامل نگه دارند. کارشناس سازمان هواشناسی پیش بینی کرده با بارش‌های بهاری در بخش‌هایی از جنوب استان کرمان، مناطق نیمه شرقی هرمزگان و سیستان و بلوچستان سیل جاری شود یا رودخانه طغیان کند. فردا بارش‌ها تضعیف میشه، اما همچنان در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان، بلوچستان و استان هرمزگان انتظار رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید و موقتی رو داریم. برای روز سه‌شنبه غالب استان‌های کشورمون آسمان صاف و آفتابی خواهند داشت. البته در نیمه شرقی کشور امروز و فردا کاهش 3 تا 6 درجه دما رو هم انتظار داریم. خطر سیل از اهواز دفع شد. مسئول مهندسی نیروهای مسلح گفت با تلاش‌های انجام گرفته حالت بحرانی از شهر اهواز برداشته شده و خطر از مناطقی که در معرض سیلاب بودند همچون ورودی شهر اهواز رفع شده است. پیش بینی شده امروز بخشی از جاده ساحلی اهواز هم بازگشایی شود. سردار گرامی همچنین با رد شایعات فضای مجازی درباره شهر دارخوین افزود در دارخوین مشکل خاصی از نظر سیل وجود ندارد. بنابر اعلام مسئولان سدهای کرخه و دز نیز در وضع پایدار هستند. رودخانه کرخه هم در حمیدیه حدود 1.5 متر فروکش کرده. رئیس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه بجز محور اهواز شوش که بر اثر وقوع سیل و آب گرفتگی بسته شده گفت سایر محورهای استان باز است. با فروکش کردن سیلاب و تلاش دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در خوزستان زمینه بازگشت دانش آموزان و دانشجویان به کلاس‌های درس فراهم شده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته مدارس اهواز، شوش، باوی، کارون، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه و شعیبیه فقط تا پایان هفته تعطیل هستند و دانشگاه‌های استان نیز فعالیت خود را از 31 فروردین آغاز می‌کنند. با توجه به اینکه 109 مدرسه خوزستان بر اثر سیل تخریب شده و در بسیاری از مدارس دیگر استان هم بیش از 14,000 نفر سیل زده اسکان داده شدند، احتمالاً برخی از کلاس‌ها در کانکس برگزار شوند. اگرچه در اهواز و بسیاری دیگر از شهرهای خوزستان خطر سیل رفع شده، در مناطق دیگری از استان مردم همچنان در حال مقابله با سیل هستند. از جمله فرماندار شوش گفته 7 روستای این شهرستان زیر آب هستند و 25 روستا نیز در محاصره سیل و آب قرار دارند. فرماندار شادگان هم گفته برای مقابله با سیلاب در این شهرستان نیاز فوری به ماشین‌آلات و تجهیزات است. بیش از 3 هفته است که خوزستان درگیر سیلاب است. سیلی که تا همین امروز باعث تخلیه 1 روستا در شادگان شد و 3 روستای دیگر این شهرستان در حالت آماده باش قرار گرفتند، همچون روستاهای بخش هوفل در دشت آزادگان. اینجا روستای گنده در نزدیکی شهر سوسنگرد از توابع شهرستان دشت آزادگان، همونطور که در تصویر معلومه خونه ها تا سقف زیر آبند هنوز و ارتفاع اینجا حدوداً به 4.5 تا 5 متر میرسه. اما در مرکز استان با فروکش کردن طغیان کانال سلمان خطر سیلاب از شهر دور شد. تعالی الناس شوف السنه ورانا هسه هاي قاع خالي الحقيقه ويعني والماء صاعد على المجمع فوق المجمع. خيابون 15 من هذا الرفيع من المدرسه، احنا هذول غطينا كل شيء ماكو خيرنا جبناه هنا عدهن. تخلیه آب و رسوبات سیل از منطقه این دوی اهواز آغاز شده است. رطوبت رفت بالا است. کولر گازی، یخچال. سیلاب در خوزستان به 110 مدرسه آسیب رسانده است. تعطیل مرکز آموزش هر شهرستان تا 29 فروردین تمدید شد. روند کاهش خروجی سدهای دز و کرخه در روزهای آینده ادامه پیدا می کند. سیلاب هول عظیم را پر آب کرد. تالابی که همین تابستان گذشته به علت خشکسالی دچار آتش سوزی های مکرر می شد. دور تا دورش آب بوده، سیل بوده
و دوری زدیم و اومدیم. هیچ خشکی دورور هوری یا چیزی ندیدیم. در طالب هورلزیم تأسیسات نفتی به صورت جزیره جزیره در آمدند و تمام اطراف آنها کاملا زیر آب رفتند. ما از قسمت‌های مرزمون بازدید داشتیم، خصوصا پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزمون. همکاران ازم در مرزبانی حضور داشتند. مورد خاصی هم از نظر امنیتی نداریم. 120 هزار نفر در اردوگاه‌های اسکان سیلزدگان اسکان داده شدند. بدون سازماندهی، بدون برنامه، هلیکوپتر همین جوری پتو و آب و نمیدونم افسر بهداشتی میندازه و میره. نمیدونه حالا گیرش میاد، نمیاد. اما با گرم شدن هوا تحمل زندگی زیر چادر دشوار خواهد شد، به خصوص برای این کودکان. یه شب رو بردمش اونجا، الان ببینید وضعیتش چطوریه. آره پشه آنجا اصلا فقط چادر بهش دادن. نیروی دریای سپاه برای تخلیه سیلاب نقاطی را شناسایی و بعد از هماهنگی آنها را تخریب خواهد کرد. با کمک مردم محلی، بزرگان، معتمدین که ما این مسیری رو شناسایی کنیم که کمک کنه به خروج این آب مثلا از این منطقه اینا. آنچه که سیل را در خوزستان متفاوت میکند طولانی شدن و وسعت تخریب آن است. بیش از 240 روستا در استان خوزستان از سیل آسیب دیدن. 100 تای اونها کاملا زیر آب رفتن و فقط از طریق این بالگردها امداد و کمک رسانی به اونها صورت میگیره. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، بر فراز آسمان استان خوزستان. گفتگو میکنم با خبرنگارمون در خوزستان آقای محمودی. سلام بر شما. از سرعت و روند کمک رسانی ها به سیل زدگان بگید و الان کدوم مناطق بیشتر به کمک نیاز دارند؟ به نام خدا، عرض سلام و ادب. با توجه به ضیق وقت سریعا عرض بکنم خدمت شما، در روستای بنده از توابع شهر سوسنگر در شهرستان دشت‌آزادگان هستم. همونجوری که هم در گزارش ملاحظه فرمودین، روستایی که الان پشت سر من قرار داره چیزی نزدیک 4.5 تا 5 متر آب سطح این روستا رو پوشونده. اهالی تخلیه شدن و در محل اسکانی در فاصله حدودا 10 کیلومتری این مکان استقرار پیدا کردن. به خاطر اینکه ما از وضعیت مردم مطلع بشیم، خودمون ساعتی پیش رفتیم به این محل اسکان اضطراری، با مردم صحبت کردیم و مشکلاتشون رو از نزدیک دیدیم. مشکل این مکان اسکان اضطراری و مکان‌های دیگه بیشتر از اون چیزی که به چشم بیاد بحث گرمای هوا هست. الان که من با شما صحبت میکنم هوا در خوزستان 33 درجه سانتیگراد هست و دقت بفرمایید در این هوا اسکان داشتن در شادان چقدر سخت خواهد بود برای اطفال، برای نوزادان که حالا با گزش حشرات هم مواجه هستن. در نتیجه نیازمند استقرار سیستم‌های تهویه مطبوع و خنک کننده هستن تا بشه این شرایط رو پشت سر گذاروند. آب معدنی، لوازم بهداشتی مورد نیاز، پوشک بچه، لباس و موارد دیگه مورد نیاز مردم هست. حتی اسباب بازی برای بچه‌ها که شرایط بسیار سختی رو دارن پشت سر می‌ذارن. ما خواهش می‌کنیم از مردم نودوستمون اگر هم چیزی می‌فرستن اقلام کار کرده و مستعمل نباشه، خدای نکرده. اینها تا چند روز پیش مثل همه ما در شرایط بسیار نرمالی زندگی می‌کردن و الان اشک بر چشمانشون هست. امیدواریم دست به دست هم بدیم این شرایط رو پشت سر بگذاریم. از دولت هم خواهش می‌کنیم تا سیستم‌های تخلیه فاضلاب و پمپ‌ها رو برای تخلیه فاضلاب از سطح شهر و روستاها در این مکان‌ها تدارک ببینه. امروز قایق‌های سپاه نیروی دریایی سپاه پاسداران اسلامی هم انقلاب اسلامی هم اینجا استقرار داشتن برای نقل و انتقال مردم از روستا به شهر و به هر حال همه دست به دست هم دادن تا این شرایط رو پشت سر بذاریم. نیازها رو خدمت شما عرض کردم، اگر سوالی هست بفرمایید. متشکرم از شما آقای محمودی، خبرنگار صدا و سیما در خوزستان. رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیان گفت 1000 طلبه برای کمک به سیل زدگان استان لرستان اعزام شدند. رئیس سازمان بسیج دانشجویی هم گفت 120 گروه جهادی از سراسر کشور در شهرستان پل دختر در حال خدمت رسانی به مردم هستند. شهردار پل دختر پیش بینی کرده تا یک هفته دیگر وضع این شهر به حال عادی بازگردد. آب از سرشون که این رد شد حداقل 2 متر هم بالا بود. اینجا روستای چمر در جنوب پل دختره که در روز حادثه اینگونه طعمه سیل شد. تمام امکاناتشون، دارایی‌هاشون، زندگیشون، وسایل خونه‌شون همه رو آب برده. در 13 روز امداد رسانی به این روستا سری زدیم. به علت مسافت طولانی راه زمینی امدادگران و اهالی با قایق جابجا می‌شوند.
باقاق اومدم، خدا انشالله حفظشو کنه قاقی ها. روزی حدود 150 تا 200 سرویس ما میریم و میایم هر قایقی. قایقا کلن شخصی هن، از دسپول اومدیم. روح اسلام به همین کمک کردن به همین مردمه. مقایسه کنید قطر عرشه این پلو که چقدر بلند است و تو این سیل به راحتی اینجوری تخریب شد. بزرگترامون هم که پرسیدیم، پدرامون برامون تعریف کردن، اصلا سابقه نداشته اینجور آبی بیاد. تمام لوازم خونگی خودمون رو داداشم که تازه ازدواج کرده بود اما رو آورد. من با چی بریم مدرسه؟ نه کتابی هست، نه راهی، نه هیچی نداریم. مثلا من معلم یک روزم، خودم که هیچ آواره شدم، بچه‌هام واقعا آواره شدن. غذای گرم براتون آوردن؟ آره. هر روز میارن ها؟ آره آره. درد اصلی مردم الان مسکن اسکان است. حداقلش پیش و پا افتادنش کانکسه. در پل دختر نیز عملیات لایروبی رو به پایان است و برخی از خانواده ها به خانه هایشان برگشتند. برگشتیم خونه خودمون. الان چطور امکانات آب برق وصل اینو؟ برخی آب نیست، فقط گازم نداریم. اوضاع الان خیلی بهتر شده، قبلا افتضاح بود، یعنی اصلا نمیشد راه رفت. در اینجا امدادگران خارجی دوشادوش بقیه در تلاشند. از پاکستان آمدیم اینجا برای خدمت مردم عزیز ایران. تقریبا از صبح تا الان ساعت 3 شده، 150 تا قالی شستم. نماینده ولی فقیه در سپاه در پل دختر گفت تا پایان بازسازی در کنار مردم شهرستان پل دختر هستیم. الان دیگه کار دراز مدت باید شروع بشه. الان باید مسئولین بنشینند با تدبیر نسبت به مسکن مردم، دو نسبت به ابزارهای زندگی و اون ابزار زندگی که یه کارهایی هم شده. وضعیت آب، برق و گاز شهرها و اغلب روستاهای سیزده به حالت عادی برگشته، هرچند راه 104 در روستا همچنان قطع است که برای رفع این مشکل نیز 10 پل بزرگ فلزی وارد استان شده است. پلهایی که ملاحظه می‌فرمایید پلهای خرپایی فلزی هستش با دهانه 45 متر الان در حال حمل به سمت پل دختر هست. قرار هست با ارتش هم مشترکاً پلهایی رو در مسیرهای که عرض کردم 18 تا پل تخریب شده بتونیم انشاءالله نصب کنیم. دو بیمارستان صحرایی ارتش در پل دختر و معمولا نیز تاکنون 17000 نفر را پذیرش و معادل 300 میلیون تومان داروی رایگان در اختیار بیماران قرار دادند. ماشاءالله رسیدگی میکنند. و اما آنان که به علت از دست دادن خانه هایشان به چادر پناه بردن همچنان مشکلاتی دارند. دیگه هموم ناره، دستشویی ناره، مثلا بهداشتیش مجهز نه، او ناره. واقعا شرایط خیلی سخته، به فکرمون باشن. تو چادرم خیلی اذیت میشیم از گرم و اینا. در روزهای آینده کولر و وسایل سرمایشی جزء نیازمندی های سیل زدگان است و باید هرچه سریعتر برای خانوارهای بی سرپناه و ساکن در چادر چاره اندیشی شود. غلامرضا غلامپور، خبرگزاری صدا و سیما، پل دختر. کاهش میزان آب گرفتگی در آبقلا و گمیشان. گزارش های میدانی حکایت از این دارد که با ایجاد کانال ها و هدایت آب به دریا، سطح آب گرفتگی در این دو شهر به مقدار زیادی کم شده. رئیس سازمان بسیج مستضعفین سومین بار برای بازدید از مناطق سیل زده استان گلستان رفته است. فرمانده سپاه نینوای گلستان گفته همزمان با لایروبی و تمیز کردن مدارس مناطق سیل زده، بیش از 3000 بسته لوازم و تحریر برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. از رفت و آمد در خیابان‌ها و کوچه‌های آقلا و گمیشان سیل‌زده گلستان پیداست که با خروج آب در اکثر نقاط حال و هوای زندگی حاکم شده. بعد 24 روز دیگه تازه داریم گل و لایه را از داخل کارگاه داریم تمیز می‌کنیم. حالا نظافت کردیم و تمیز کردیم، حالا سر کار اومدیم دیگه. حالا اولویت بعد از خروج و نشست آب با پاکسازی معابر و نظافت خانه هاست. از خراسان رضوی خدمت رسیدیم، با دوستان اومدیم، با بیل مکانیکی بیلای کوچک اومدیم برای همین گلولایی که تو خیابونا جمع شده کمک این عزیزان بکنیم. دوربر 5-6 تا خیابان ما داریم تمیز میکنیم، کلی لجن و آشغالا، خونه مردم و تخته و اینا. هر روزه اولوش 20 عامل کارگری از شهرداری کرگان کمک میاریم، 3 دستگاه بابکت، 6 دستگاه کامیون. آنچه که بعد از حدود 4 هفته از سیل گلستان بیشتر از همه نگران کننده است برای خونه‌ای است که دچار آب گرفتگی شده بوده. هم بیرون خونه هم داخل خونه 2 متر آبه. ها خطش نگاه کن. خونه چند سال ساخته؟ خانه 20 سال میشه. بله. بخاری روشن کردن گمیشان آقلا بر آخرین وضعیت استحکام منازل آب گرفته نظارت میکنند.
چند سال ساخته؟ بیش از 50 سال. ارزیابی که عزیزان ما تو این مرحله میکنن ارزیابی اولیه هست و همونجوری که مستحضرین و مشاهده میفرمایید الان اسکان استراری هم برای این عزیزان تدارک داده شده. شما از بهتر که استفاده نکنین چون در مرز خطر دیگه چاقه میخواد. الان در شهرستان آخلا برابر آخرین گزارشی که داریم حدود 3000 واحد در روسا ارزیابی شده و حدود 1200 واحد در شهر ارزیابی شده از باب خسارت. مشخص کرد در 3 ساعت که خسارت ها چطوره. عملیات ساخت و مرمت واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل گلستان در 500 روستای شهرستان های گنبد، آقلا و گمیشان هم آغاز شده. سیل گلستان به 17800 واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت زد. از این تعداد توی برآوردهای اولیه 35% تخریبی است. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان. سیل در مجلس. وزرای کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی امروز در صحن علنی مجلس پاسخگوی نمایندگان در خصوص سیل و حوادث آن بودند. رئیس سازمان هواشناسی هم به سوالات در خصوص کم و کیف پیشبینی های هواشناسی پاسخ داد. سیل در 25 استان کشور، میزان خسارات و نحوه مدیریت بحران مهمترین محورهای رایزنی های امروز در بهارستان. بارندگی ها و سیل های اخیر کشور. 6 وزیر و مسئول در مدیریت بحران سیلاب های اخیر به وکلای مردم گزارش عمل کرد دادند. سوال اول این است که شما پیشبینی از قبل داشتید در این زمینه یا نه و به کی گفته بودین؟ برای سیلاب اخیر این پیشبینی ها به همین روال صادر شده، یعنی تقریبا 72 ساعت قبل پیشبینی سیلاب، احتمال رخدادش، بارش های شدید و 48 ساعت قبلش هم در حوزه هایی که منجر به رخداد سیلاب شده ما پیشبینی ها رو صادر کردیم. یعنی شما پیشبینی های میان مدت از تجهیزاتی که دارید امکان پذیر نیست یا هست؟ پیشبینی های میان مدت آقای رئیس بر بازه 15 روزه هست. ما توان در واقع پیشبینی 15 روزه رو هم الان داریم بر اساس مدل های پیشبینی عددی، اما اون چیزی که مهمه هرچی از زمان رخداد پدیده دورتر میشیم در واقع صحت این پیشبینی ها کمتر. وزیر نیرو میگوید آخرین پیشبینی های شورای آب حکایت از عادی بودن شرایط سه‌ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت داشته. در بهمن ماه پیشبینی این بود که بارندگی زیاد میشه، وقت چه تصمیمی گرفتین برای این موضوع؟ عرض کردم پیشبینی بهمن ماه این بود که شرایط نرمالی هست. پیشبینی هواشناسی این بود؟ بله. از معلوم پیشبینی دقیقی نبود. اما به هر صورت با بارش هایی که ایجاد شد مدیریت مخازن شروع شد. یعنی ما در نظر بگیریم 10 میلیارد متر مکعب آبی که وارد مخازن شد در خوزستان در 100 به جز مدیریت مخزن و رهاسازی به گونه دیگری عملی نبود که ما بتوانیم اون رو مدیریت. این مسئله لایروبی و بستر رودخانه ها که جز وظایف مهمتون هست، شما با توجه به اینکه احتمالاً ترسالی ادامه پیدا میکنه یه برنامه به مجلس بدید که ظرف سال امسال چه کارهایی باید انجام بدید و انجام میدهید که کاملاً روشن باشه که برای سال آینده ما مشکلی پیدا نکنه. خیلی ممنون. متشکرم. در ادامه وزیر راه و شهرسازی میزان خسارات وارد شده به بخش ریلی و جاده‌ای کشور را 3520 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت 14000 کیلومتر از جاده‌های کشور هم آسیب دیدند. آسیب ها متأثر از نوع آب شستگی، آب بردگی، فرونشست، ریزش کوه، زمین لغزش و یا رانش زمین بوده. حدود 150 هزار واحد مسکونی در شهر و روستا آسیب دیده. حجتی هم میزان خسارات بخش کشاورزی را 13000 میلیارد تومان برآورد کرد و از چگونگی پرداخت ها به آسیب دیدگان گفت. در استان مازندران و گلستان از هفته گذشته شروع شد و در استان های دیگه هم از این یکی دو روز آینده شروع می شد و تا امروز هم حدود نزدیک 65 میلیارد تومان پرداخت شده. پیش بینی می‌کنیم که حدود 750 میلیارد تومان اونهایی که بیمه شدن
خسارت دیدن که انشالله به مرور زمان آرام آرام پرداخت خواهد شد. اگر بیمه بشن کشاورزی و باغداری و دامداری ها، خیلی از مشکلات در این حوادث مرتفع میشه. باید برای این یه اهتمام جدی داشته باشیم. همچنین جمعیت هلال احمر با اولویت امداد و نجات و اسکان اضطراری سیل زدگان تا کنون 130 میلیارد تومان از منابع داخلی خود را برای آسیب دیدگان هزینه کرده است. تا امروز صبح بیش از 100 میلیارد تومان به حساب هلال احمر واریز کردند. اقلام غیر نقدی مردم بالغ بر 30 میلیارد تومان بوده که بسیاریش به مناطق آسیب دیده منتقل شد و ارسال شده. نمایندگان مردم هم با اشاره به میزان خسارات سیل در استانهای درگیر از مهمترین علل وقوع سیلاب ها گفتند. مهمترین دغدغه مردم مسکن و اسباب اساسی منزل است. رئیس وقت سازمان هواشناسی درخواست خرید تجهیزات را با توجه به تحریم ها داشتن. متاسفانه آقای دکتر لرجانی مجلس شما هم توجه نکرد. حدود 2 ماه قبل به وزارت نیرو اعلام خطر شد، ورودی و خروجی اعلام شد. پیشنهاد 1500 متر مکعب در یک مسیر آرام روان بدون خسارت اعلام شد. وزیر کشور آخرین نفری بود که پای تریبون رفت و میزان خسارات سیل را در کل بیش از 30 تا 35 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. ما حتما باید خسارت ها اینا را بدون خسارت و با برآورد منطقی و زود انشاءالله تأمین کنیم. نایب رئیس دوم مجلس هم مشارکت مردمی را تنها راهکار سازماندهی و مدیریت بحران در کشور دانست. تنها راه پاسخگویی مشارکت مردم از در رابطه با منابع انشاءالله دولت و کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها، اگه لازمه طرح بیارن، اگه لازمه دولت محترم لایحه رو تغییر بده، اینو بیارن که بتونیم انشاءالله خسارت ها و هزینه هایی که برای مردم عزیز ما ایجاد شده با قدرت بریم به دنبالش و کمک کنیم واقعا درد و آلامی که الان مردم دارن رو پوشش بدیم. فردا هم در نشستی ویژه حوادث مربوط به سیلاب ها با حضور رئیس مجلس، وزرای مربوطه و رؤسای کمیسیون های عمران، کشاورزی، اقتصادی و انرژی پیگیری می شود. تدوین طرح حمایت از آسیب دیدگان سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات آن هم مراحل نهایی رو طی می‌کنه و در روزهای آینده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار خواهد گرفت. نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی. خب جلسه عصر مجلس تازه شروع شده. با آقای پیشبهار صحبت می‌کنم. سلام بر شما آقای پیشبهار، بفهمید که چه در دستور کار هست در صحن علنی و همچنین کمیسیون ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور بینندگان عزیز. به اطلاع می‌رسونم که خب الان که من برای بینندگان عزیز گزارش می‌کنم، در واقع جلسه علنی وجود نداره، بلکه از کمیسیون اقتصادی من دارم برای بینندگان عزیز گزارش می‌کنم. یک جلسه ویژه برای در واقع اصلاح ساختار اقتصادی کشور و در واقع به دست آوردن مهمترین راه‌های رونق اقتصادی در کشور تشکیل شده. جلسه ویژه‌ای هست، مهمان‌های ویژه‌ای داره، از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن، تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای برخی از دستگاه‌های اقتصادی حضور دارن. قرار هست در این جلسه موضوعات مهمی که منجر میشه به یافتن مهمترین راه‌های رونق اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. البته لحظاتی پیش که من با رئیس کمیسیون اقتصادی صحبت می‌کردم، اعلام کرد که یکی از بحث‌های اصلی ما در این جلسه کاهش نرخ مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که این در قالب در واقع قرار است یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه بشه. اگر تصویب بشه این نرخ از 25% به 20% میرسه. اما در سوی دیگر، در سالن دیگر، در کمیسیون امنیت ملی هم همزمان جلسه‌ای تشکیل شده که در خصوص طرح دو فوریتی تقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکا دارن بحث و بررسی انجام میدن. به اطلاع بینندگان عزیز میرسونم که سه شنبه گذشته قید دو فوریت طرح تقویت سپاه در مجلس به تصویب رسید. الان یک طرح سفوریتی هم بوده، میخوان اینا ادغام کنن. ماحصل اون در صحن علنی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. کوتاه عرض کنم که امروز همچنین قرار هست که در کمیسیون آموزش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر آموزش و پرورش حضور پیدا کنن، به سوالات نمایندگان پاسخ بدن. ببخشید طولانی شد، من در خدمت شما هستم. متشکرم آقای پیشبهار، همکارم در مجلس شورای اسلامی.
ارسال 18,000 بسته لوازم خانگی اهدایی ستاد اجرایی فرمان امام به استانهای سیل زده آغاز شد. ایران در اوج همدلی برای کمک به هموطنان سیل زده ایمان. اینجا کمک به هموطن خستگی نه، مثل اوایل جنگ که همه مردم فعالیت کردن و تلاش کردن، ما حالا همینطور داریم تلاش میکنیم. هر چی از دستمون میاد انجام بدیم. وظیفمون ماشین در اختیار مردم بذاریم برای سیل زدگان، بار مردم رو برام برسونیم. و ستاد اجرایی فرمان امام هم که از روزهای نخست سیل پای کار بوده، همچنان در تدارک تهیه نیازمندی‌های سیل زدگان. هر بسته 45 روز است. 10 کیلو برنج داره، مثلا 3 تا روغن داره، 3 تا ماکارونی داره، بعد تونه ماهی انواع و اقسام داره، کنسرو داره، رب گوجه فرنگی داره و چیزهای دیگه ای که این اگر یه موقع مثلا بخوایم 45 روزه بدیم یا برای مارمزون بخوایم یه چیزی رو بدیم، الان اینا آماده است که ما 10,000 تا بدیم. ارسال 8,000 دام سبک و ایجاد شغل برای همه استان‌های سیل زده از برنامه‌های ستاد. اصلی که ما هدف گیری کردیم بحث اشتغاله. ما تصمیم گرفتیم که انشاءالله در گلستان 3,000 شغل با مدل بنیاد برکت به صورت خرد ایجاد کنیم که معمولا اینا بیشتر از یک سال طول نمی کشه که ایجاد میشن. و امروز آغاز ارسال بسته های لوازم خانگی شامل یخچال هست، گاز هست، پتو هست، موکت هست، قالی هست و یه مقداری ظرف ظروف. این اقلام از ضروریات لوازم خانگی و کالاهای ساخت داخل است. چی دارید میبرید شما؟ لوازم خانگی. برای کجا؟ گرگان. ارسال 18,000 بسته لوازم خانگی اهدایی ستاد اجرایی فرمان امام از امروز آغاز میشه که نخستین محموله با 4,000 بسته راهی استان گلستان و مناطق سیل زده استان خواهد شد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. پنجمین محموله کمک عراقی ها به سیل زدگان وارد کشور شد. حدود 50 کامیون حامل کمک های مردمی و دولتی از عراق امروز از مرز بین المللی شلمچه در حال ورود و ارسال به خوزستان است. این کاروان را ابو مهدی المهندس از فرماندهان ارشد نیروهای هشت شعبی عراق همراهی می کند. بخشی از رد جمیل ما باید بی دوستان ما، با برادران ما، با اهل ما، چی میگیم الان به فارسی، کمک کنیم. مردم ایران و مردم عراق یک مردم هستند. ایران قدمت لطفی که ایران در زمان جنگ با تروریست ها به ما کرد بی نهایت بود. این کار ما خیلی کوچیکه. موضوع اصلی امروز جلسه شورای اجتماعی کشور سیل و پیامدها و ابعاد اجتماعی آن بود. مصوب شد یک طرح جامع بازتوانی و حفظ سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در زیر مجموعه ستاد بازسازی مناطق سیل زده کشور تهیه شود. 5 تا دستگاه هستند که از ابتدای این بحران طبیعی اخیر بیش از 1,600 مددکار، مشاور و روانشناس رو به خدمت گرفتن و آخرین اطلاعی که می دادن مثلا در خوزستان که مشکل ما حاد داره، در 10 شهر عمده‌ای که آسیب بیشتری دیدن، این مددکارا، روانشناسا به طور فعال با مردم در اردوگاه‌ها و محل استقرار مردم مواجهه دارن، حضور پیدا میکنن، مشکلات اونا رو رصد میکنن و به مراکز تخصصی ارجاع میدن. حدود 350 تشکل به طور ویژه از ابتدای این بحران در مناطق آسیب دیده فعالیت داشتند و در حقیقت انواع و اقسام خدمات خودشون رو در اختیار مردم قرار دادن. چند خبر دیگر. رئیس قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی گفت تمام آزمون‌های میان ترم در واحدها و مراکز این دانشگاه تا پایان 12 اردیبهشت ماه لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد. بیژن رنجبر افزود هیئت رئیسه دانشگاه مقرر کرده دستورالعملی برای ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان مناطق سیل زده تدوین شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت اسناد مفقود در مناطق سیل زده در عرض 10 تا 15 روز صادر می شود. توی سرکانی گفت اسناد مناطق سیل زده از آسیب حفظ شده است. پیکر شهید سرتیپ دوم خلبان محمد حسن شهسواری بر دوش همرزمانش در تهران تشییع شد.
استاد خلبان محمد حسن شهسواری در عملیات جابجایی نیروهای مرزبانی ناجا در 21 فروردین به دلیل نقص فنی بالگرد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. ششمین و آخرین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه برگزار شد. در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام از ختم رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت متهمان و وکلای آنها می توانند تا 1 هفته لایحه دفاعی ارائه کنند و پس از آن دادگاه حکم را صادر خواهد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خبر درخواست وام 18 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول را تکذیب کرد. روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد رئیس کل بانک مرکزی امسال به علت مشغله کاری در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن شرکت نکرد. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه آقایان حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه آخرین تحولات اقتصادی کشور را بررسی کردند. از پایگاه اطلاع رسانی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه رونمایی شد. به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه این پایگاه شامل 2 بخش خواهد بود. بخش اول که امروز از آن رونمایی شد به معرفی بازارهای خارجی می‌پردازد و بخش دوم که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه در این نشست گفت آمریکا تمام امکاناتش را علیه ما بسیج کرده است و ما هم نیاز داریم تمام امکاناتمان را علیه آمریکا بسیج کنیم. آقای ظریف افزود ما توانمندی‌های بالا و امکانات گسترده‌ای داریم و در حوزه اقتصاد می‌توانیم کارهای زیادی انجام دهیم، اما لازمه این کارها باور به این توانمندی‌ها و مغلوب نشدن در برابر سیاست‌های آمریکاست و اینکه بپذیریم آمریکا دیگر نمی‌تواند آنچه را می‌خواهد عملی کند. وزیر امور خارجه تأکید کرد غرب همه چیز نیست. آقای ظریف همچنین گفت با سازوکار مناسبی که ایران از هفته گذشته راه اندازی کرده اروپایی ها دیگر هیچ بهانه ای برای شروع نکردن تعامل اقتصادی با ایران ندارند. اروپایی ها در اردیبهشت ماه گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام تعهدات متعددی رو مطرح کردند که برای شروع اجرای اون تعهدات نیاز بود که این سکس رو را بندازن و ما معتقدیم که باید حالا برای مدت زیادی اروپایی ها تلاش بکنن، فعالیت بکنن تا بتونن تعهداتشون رو انجام بدن. بسیار عقب هستن و نباید اینجور تصور بکنن که جمهوری اسلامی منتظر اونها میمونه. ما به حمدالله روابط بسیار خوبی با همسایگانمون داریم، ما سازوکارهای مشابهی رو با بسیاری از کشورها راه اندازی کردیم و داره عمل میکنه. من نمیدونم اروپایی ها برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز داره. ادامه تظاهرات در فرانسه با وجود اجرایی شدن قانونی که دست دولت و دستگاه قضایی را برای سرکوب و زندانی کردن معترضان باز گذاشته است. در آستانه 5 ماهگی اعتراض‌ها به نظام سرمایه‌داری، معترضان در پاریس و 5 شهر بزرگ دیگر به خیابان‌ها آمدند. نبرد با نظام سرمایه‌داری در فرانسه با بیش از 10 کشته و حدود 13,000 زخمی یا بازداشتی در آستانه 5 ماهگی قرار دارد. C'est pour le pouvoir d'achat, les gens ils ont plus assez à la fin du mois pour vivre. این اعتراض‌ها ابتدا به خاطر مشکلات مالی ناشی از سیاست‌های غلط دولت فرانسه صورت می‌گرفت. اما اکنون تبدیل به یک جنبش ضد سرمایه‌داری شده که تنها تغییر سیستم رو خواست داره. سیستم هم بدون عقب نشینی عین 5 ماه با اتخاذ سیاست مشت آهنی مسئله را پیچیده تر کرد.
En plus, c'est un débat qui ne servait à rien parce que les revendications, elles sont connues depuis longtemps, elles sont très simples. مسئله خیلی ساده است. ما دموکراسی و کاهش فاصله طبقاتی و برچیده شدن نظام سرمایه‌داری رو می‌خوایم. فهم این مسائل ساده نیاز به طرح گفتگوهای ملی نداره. رسم فرانسوی‌ها وام می‌گیرن تا تعطیلات و آخر هفته‌هاشون رو خوش بگذرونن، اما حالا 22 ویکندشون رو در خیابون‌های آشوب زده سر کردن. وی با تامیو فتیگه نو تامیو. ما این جنبش رو رها نمی‌کنیم و خسته نمی‌شیم. برگزاری همه پرسی خیلی پیچیده نیست. ما عدالت می‌خوایم، ولی مکرون حرف ما رو نمی‌فهمه. البته در این 150 روز بحران زده انصافاً دولت فرانسه نیز بیکار ننشست، به حرف همه گوش داد الا معترضان. اون va continuer parce qu'il entend pas le gouvernement, il continue exactement pareil. دولت به حرف ما گوش نمیده و همچنان کار خودش رو در جهت کسب رضایت شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و ثروتمندان داره انجام میده. مردم خواهان سیستم سیاسی دیگری هستند. ما همچنان به اعتراضات ادامه خواهیم داد. حالا وزیر کشور فرانسه که از او به عنوان جلاد نام میبرند پرده از رازی برداشته که افکار عمومی این کشور رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. خودکشی 26 پلیس از ابتدای سال جاری. تا چند روز دیگه جنبش مردمی ضد سرمایه‌داری وارد پنجمین ماه موجودیت خودش میشه. شاید به لحاظ جمعیتی این روزها تعداد کمتری در تظاهرات ها شرکت کنند، اما به گفته آمار و ارقام همچنان بیش از 50% فرانسویان حامی این جنبش هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس. قدرت در دستان ژنرال های ارتش سودان دست به دست می شود. ارتش بود عوض بن اوف وزیر دفاع سودان دو روز بعد از سقوط ژنرال عمر البشیر ریاست شورای نظامی انتقالی را به ارتش بود عبدالفتاح البرهان رئیس نیروهای واکنش سریع سودان واگذار کرد. نظامیان کودتاگر مدت شورای دوره انتقالی را 2 سال اعلام کردند. عبدالفتاح البرهان تا کنون فرماندهی نیروهای سودانی در جنگ با مردم یمن را بر عهده داشته است. از این رو عربستان و امارات از روی کار آمدن شورای انتقالی نظامی در سودان حمایت کردند. معترضان سودانی با ادامه تظاهرات جایگزینی شورای نظامی انتقالی با یک دولت غیر نظامی را خواست دارند. با نام یاد خدا، سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. در آخرین دیدار هفته 25 لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس صدرنشین با شکست سایپا اختلافش رو با نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول به 5 امتیاز افزایش داد. پرسپولیس در 25 بازی لیگ برتریش دیشب در استادیوم آزادی میزبان سایپا بود. قبل از بازی از علی دایی و علیرضا بهراموند به خاطر تلاششون در زلزله و سیل اخیر تجلیل شد. فهمم وظیفه‌مون خیلی سنگین‌تر می‌کنه برای آینده. سایپا خیلی زود به گل رسید، اما بشار رسن از شاگردان دایی نیمه اول رو برتری تموم کنند. در ابتدای نیمه دوم علی پور دومین گل پرسپولیس و 13مین گل فصلش رو زد. اصلا من نفهمیدم گل دومو که لیروی از لای 5-6 نفر اون توپه تو گل رفت. ترابی هم گل سوم رو وارد دروازه تیم سابقش کرد. سایپایی ها فاصله رو کم کردن، اما در نهایت بازی و برتری پرسپولیس تموم شد. بعد از بازی هوادارهای سایر تیم های مدعی در فضای مجازی سایپایی ها رو متهم به کمکاری کردن. 3-2 بشه، 3 تا بخوری 2 تا بزنی، این همه دعوا کنی وسط زمین حرفا رو بزنی، شب قشنگ نباشه. خیلی بازی سنگینی بود، به خدا ما دیگه جون تو بدنمون نیست. 5 دقیقه دیگه وقت داشت، احتمال مساوی هم بود. این روزها باز هم خبرهای درباره حضور برانکو در تیم ملی شنیده میشه که بیشتر از همه پرسپولیسی ها رو نگران کرده. من گفتم یه سال دیگه قرارداد دارم، چرا باید نگران بشن؟ اون مشکل کجاست؟ منو میخوای بیرون کنید از باشگاه؟ در جدول رده بندی پرسپولیس، تراکتور سازی، استقلال، سپاهان و پدیده اول تا پنجم انو برای قهرمانی تلاش میکنن. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه آزادی تهران. همیلتون قهرمان رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 جایزه بزرگ چین شد. در دور اصلی این رقابت‌ها که صبح امروز در پیست شانگهای برگزار شد،
لوئیس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس 56 دور مسابقه را در 1 ساعت و 32 دقیقه و 6 ثانیه و 350 هزارم ثانیه طی کرد و قهرمان شد. بوتاس هم تیمی فنلاندی همیلتون دوم شد و سباستیان فتر راننده آلمانی فراری در رده سوم قرار گرفت. فرمول 1 جایزه بزرگ چین سومین مرحله از مسابقات قهرمانی 2019 جهان بود. ممنونم از همراهیتون. امروز یک شنبه 25 فروردین، 8 شعبان و 14 آوریل است. اذان مغرب در تهران ساعت 19:55 دقیقه و نیمه شب شرقی 20 دقیقه بامداد است. هموطنان عزیز و ارجمند، از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.